فصل دوم. پس در این مورد تصمیم گرفتم که اگر آمدن من باعث رنجش و اندوه شما شود، دیگر پیش شما نیایم. زیرا اگر من شما را برنجانم، دیگر چه کسی باقی میماند که به من دلخوشی دهد جز همان کسانی که من رنجانیدم؟ به این جهت آن نامه را نوشتم تا در وقت آمدن من آن کسانی که باید مرا خوشحال کنند مایه رنجش و اندوه من نشوند. اطمینان دارم که شادمانی من همه شما را نیز شادمان خواهد ساخت. من آن نامه را با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و با اشک‌های فراوان به شما نوشتم و منظورم رنجانیدن شما نبود، بلکه می‌خواستم شما را از محبت خاصی که به شما دارم خاطر جمع سازم. اگر کسی در میان شما باعث رنجش و اندوه شده است، نه فقط مرا رنجانیده است، بلکه تا حدی همه شما را نیز. در این مورد نمیخواهم بیش از حد سختگیری کنم. تنبیهی که اکثر شما نسبت به شخص مقصر روا داشتید برای او کافی است. پس اکنون شما باید او را ببخشید و دلداری دهید، مبادا غم و اندوه زیاد او را از پای درآورد. بنابراین من از شما خواهش می کنم که محبت خود را دوباره به او ثابت کنید، زیرا من آن نامه را نوشتم تا شما را آزمایش کنم. من می خواستم ببینم که آیا در هر موردی از تعالیم من اطاعت می کنید یا خیر. هرگاه شما کسی را ببخشید، من نیز او را می بخشم، و اگر لازم باشد که من هم او را ببخشم، باید بگویم که من او را در حضور مسیح و به خاطر شما بخشیدم. ما نمی‌خواهیم شیطان از این فرصت استفاده کند، زیرا ما از نقشه‌های او بی‌خبر نیستیم. وقتی به تروآس رسیدم که بشارت مسیح را بدهم، فرصت خوبی برای خدمت خداوند داشتم. اما چون برادرم تیتوس را در آنجا نیافتم، فکرم ناراحت بود. پس از حضور ایشان مرخص شده به مقدونیه رفتم. اما خدایی که ما را به وسیله اتحاد با مسیح در صف پیروزمندان قرار داده و هدایتمان می کند، شکر می گوییم. مثل عطر خوشبویی در همه جا پخش می شویم تا بوی خوش معرفت الهی را به همه برسانیم. زیرا ما مانند بخور خوشبوی هستیم که مسیح به خدا تقدیم می کند و بوی خوش آن هم بین آنانی که نجات می یابند و همچنین آنانی که هلاک می گردند پخش می گردد. این بو برای کسانی که در راه هلاکت هستند بوی کشنده است که مرگ را به دنبال دارد، و برای آنهایی که در طریق نجات سالکند رایحه‌ای حیات بخش می باشد. پس کیست که لیاقت این کار و خدمت را داشته باشد؟ ما کلام خدا را دست فروشی نمی کنیم، چنان که بسیاری می کنند، بلکه ما آن را با صمیمیت مانند کسانی که از جانب خود خدا مأمور شدند و در حضور او خدمت می کنند و با مسیح متحدند بیان می کنیم.